بذاریم ببینیم کجا رسیدیم. خب اگه یادتون باشه داستان تا اونجا متوقف شد که ما تعریف چهار تکانه رو انجام دادیم، یعنی شروع کردیم چهار بردار سرعت رو تعریف کردیم و بعد گفتیم که یک کمیت مفیدی که میشه تعریف کرد به اسم چهار تکانه، که تعریف چهار تکانه رو به صورت M0 V میو تعریف کردیم که V میو سرعت چهار تکانه اون جسم. بعد رابطه مهمی که به دست آوردیم این بود که اگه شما بیاین اندازه این بردار چهار تکانه رو حساب بکنین، یعنی پی میو رو حساب بکنین، چیزی که به دست میارین ام صفر به توان 2 به خاطر این رابطه وی میو در وی میو، که این رو نشون داده بودیم که اندازه بردار چهار تکانه سرعت برابر 1، یک بردار زمانگونه است و این کمیت برابر ام صفر به توان 2، و این یک راهنمایی برای حل یه سری از مسائل دینامیکی، به این معنی که شما اگه بتونید برای ذراتتون چهار تکانه تعریف بکنید، این کمیتی که اندازه این برداره توی دستگاه مختصات عوض نمیشه و به یه معنای دیگه این کمیت ناورد است. خب بذارین یک مثال حل بکنیم، یه مثال معروف، و این مثال معروف اثر کامپتونه. خب جالب این که اثر کامپتون رو شما میتونستین توی مکانیک نیوتونی، مکانیک کلاسیک، فقط با توجه به این نکته که اگر بتونید به فوتونتون یه تکانه نسبت بدین، میتونستین تغییرات طول موج رو بر اثر برخورد یه دونه فوتون که با تکانه پی وارد میشه، برخورد میکنه به یه الکترونی که میتونه ساکن باشه یا خودش تکانه داشته باشه، و پس از برخورد الکترونتون پراکنده میشه، فوتونتون به همین ترتیب، و اگه طول موج اولیه این فوتونتون لاندا باشه، طول موجی که دارید میگیرین لاندا پریمه، که لاندا پریم منهای لاندا متناسب بود با زاویه‌ای که زاویه بین برخوردی که بین الکترون و تتا وجود داشت. یعنی میتونستین نشون بدین که لاندا پرایم منهای لاندا از H تقسیم بر M در 1 منهای کوسینوس تتا. این اثر کامپتون بود و کل ایده این بود که توی یک همچین برخوردی شما پایستگی تکانه دارین و پایستگی انرژی دارین، میتونین توی جهت‌های x و y پایستگی تکانه رو بنویسین. حالا ببینیم این مفهوم توی نسبیت به چه ترتیب به دست میاد، یعنی توی نسبیت خاص چطور میتونیم این مسئله رو حل بکنیم، و تمام چیزی که به درد ما میخوره و به ما کمک میکنه این قانون پایستگی که اینجا نوشتیم. خب بذارین این برخورد رو نگاه کنین. یعنی وقتی در مورد اثر نسبیتی کامپتون دارین بحث میکنین، شما باید چهار بردار تعریف کنین. اگه برای فوتون ها چهار بردار پی میو رو تعریف بکنم، این قبل از برخورد، و برای الکترون با کیو میو تعریف بکنم بعد از برخورد، چهار تکانه ای که خواهین داشت پی پرایم میو و کیو پرایم میو، این قبل از برخورده و اینها بعد از برخورد. این برای فوتونه و این برای الکترون. خب ایده اینه که به جای پایستگی تکانه و پایستگی انرژی، شما میایین پایستگی چهار تکانه رو می‌نویسین. یعنی انتظار دارین که این رابطه برقرار باشه، پی میو به علاوه کیو میو باید مساوی باشه با پی پریم میو به علاوه کیو پریم میو. قبول این رابطه؟ واضحه. دلیلش اینه که شما برای هر کدوم از این کمیت ها اگه بتونید اندازه این رو حساب بکنید، اندازه هر کدوم از اینا سکالره و اندازه کل مجموع اینا هم کمیت ناورد است. پس ما این رابطه رو برای چهار بردار داریم. خب اگه بخوایم فرکانس فوتون ها رو نگاه بکنیم، فرکانس طول موج فوتون قبل از برخورد توی این پی میو نشسته و بعد از برخورد توی پی پریم میو نشسته. خب و قبل از برخورد ما اطلاعاتمون در مورد ویژگی های یا چهار تکانه الکترون رو هم داریم.
پس کاری که باید انجام بدیم اینه که کیو پریم رو حذف بکنیم از این معادلات. خب خب اگه کیو پریم رو من میتونم بر حسب این چهار تکانه بنویسم، پی میو به علاوه کیو میو منهای پی پریم میو. خب الان کمیتی که باید حساب بکنم همون اندازه چهار برداره، یعنی این رابطه رو میخوام حساب بکنم. این برابر چه عبارتیه؟ جرم سکون الکترون، درسته؟ یعنی این برابر است با ام الکترون سکونش به توان دو. خب پس میام اندازه این بردار رو حساب میکنم. سمت چپ به شما میده جرم الکترون در حالت سکون به توان دو. حالا سمت راست رو حساب میکنم. سمت راست رو حساب بکنید، بعد در اصل این جمله رو ضرب در بردار هم برداشت بکنید، پس میشه پی به توان دو به علاوه کیو به توان دو به علاوه پی پریم به توان دو به علاوه دو تا پی میو در کیو میو، درسته؟ به علاوه دو تا پی میو در منفی پی پریم میو و منهای دو تا کیو میو در پی پریم میو. قبوله؟ بردار رو توی قسمت هم برداشت ضرب کرد. خب چه اطلاعات بیشتری وجود داره؟ پی به توان دو چی میشه برای فوتون؟ صفر میشه، درسته؟ چون حساب کردیم که یک بردار نورگونه است، جرمش صفره، بس این ترم صفره. خب ترم دوم چیه؟ کیو به توان دو جرم سکون الکترون. پس بذار من دوباره بنویسم، ام الکترون صفر به توان دو مساوی ام الکترون صفر به توان دو. به علاوه این ترم چیه؟ اندازه چار بردار تکانه فوتون بعد از برخورد صفر. شک دارین؟ صفر دیگه. چهار بردار تکانه فوتون صفر. خب پس چه کمیت های موند؟ میتونیم از این دو تا پی میو در کیو میو منهای بذار من اینجوری بنویسم، این رو من اینا رو اندیساشو میتونم عوض بکنم، اینو بنویسم کیو میو، این رو بنویسم میو، هیچ فرقی با هم ندارن. خب میتونم از دو تا کیو میو فاکتور بگیرم، میشه پی میو منهای پی پی پریم میو، درسته؟ منهای دو تا پی میو پی پریم میو. این رابطه نتیجه رابطه بالاست. خب ام الکترون رو میتونین از دو طرف ساده بکنین، میتونین از دو هم فاکتور بگیرین، کمیتی که به دست میارین اینه کیو میو در پی میو منهای پی پریم میو مساوی هست با پی میو در پی پریم میو. خب حالا چیکار کنیم؟ چطور جلو بریم؟ بله. خب به خاطر اینکه این بردارها اسکالر هم این اندیس دامیه، میتونین رو نشون بدین دیگه. یعنی شما هر ای میو بی میو رو میتونید بنویسین هست A میو در B میو. دلیلش اینه که هر کدوم از اینا با تبدیل لورنس دارن تبدیل میشن یا با بردار چیز، یعنی A میو پا A نیوتون رو میتونید بنویسین اتای میو نیو در A میو، درسته؟ و به همین ترتیب B
میو بالاتون رو میتونید بنویسین اتای میو نیو در بی نیو، این دوتا رو اگه در هم ضرب کنید چون اتا میشن دلتای میو نیو با هم برابر. خب خب این رو چی کار باید بکنیم؟ باید تعریف چاربردار تکانه و چاربردار تکانه الکترون و فوتون رو بنویسیم. خب میدونی که تعریف چاربردار تکانه فوتون هست H بار در اومگا در بردار K، درسته؟ و اگر همین بردار فوتون رو برای پی پریم میو بنویسین هست H بار در اومگا پرایم K پرایم. خب حالا یک دستگاه مختصات خاصی انتخاب میکنیم به اسم دستگاه مختصات سکون الکترون قبل از برخورد، یعنی میریم میشینیم روی الکترون، دستگاه سکون الکترون. اگه این کار رو انجام بدیم که میو شما برابر میشه با چی؟ میشه برابر میشه با جرم الکترون در بردار صفر، درسته؟ چون چهار بردار تکانه یک ذره‌ای که جرم داره هست ام صفر گاما، درسته؟ شما چهار بردار تکانه رو اینجوری تعریف کردید ام صفر گاما در سی در وی، درسته؟ خب وی رو گذاشتین صفر چون رفتین توی دستگاه سکون نشستین، گاماتون شده یک پس میشه ام صفر. خب پس میریم تو این دستگاه مختصات خاص این عبارت بالا رو حساب میکنیم. خب اگر این عبارت بالا رو حساب بکنیم رابطه‌ای که به دست میاریم چیه؟ سمت چپ این رابطه رو اگه نگاه کنید میشه ام صفر در اچ بار به جای پی میونتون داره در تو این عبارت داره ضرب میشه، میشه اومگا منهای اومگا پرایم جمله صفرتون صفر، درسته؟ این میشه سمت چپ. حالا میخواییم سمت راست رو بررسی بکنیم، سمت راست رو که میخواییم بررسی کنیم میشه H بار به توان دو، درسته؟ در اومگا به توان اومگا اومگا پریم منهای K در K پریم. قبوله؟ تعریف چهار بردارها رو انجام دادیم، سمت چپتون فقط مؤلفه صفرون وجود داره، در نتیجه ام صفرتون ضرب میشه تو این عبارت میشه اچ بار در اومگا اومگا منهای اچ بار در اومگا پرایم، درسته؟ سمت راستتون چه رابطه‌ای داره؟ شما باید این دوتا رو در هم ضرب نرده‌ای بکنید. ضرب نرده‌ای این دوتا بردار به چه ترتیبه؟ به این ترتیبه که پی میو در پی پریم میو نیو رو باید ضرب بکنید در اتای میو نیو، این میشه ضرب داخلی این دوتا که هست پی میو پی میو. وقتی ضرب خارجی میکنید این جمله منفی به خاطر متریکی که انتخاب کرده اینجا وجود داره، میشه اومگا در اومگا پریم منهای کی در کی پریم. خب بذار این رابطه رو دوباره من بنویسم، بس میشه اومگا منهای اومگا پرایم H بار تقسیم بر M صفر الکترون اومگا اومگا پرایم فاکتور گرفتم یک منهای K K پرایم اومگا اومگا پرایم. خب این جمله چه جمله ایه؟ بردار K K پرایم تقسیم بر اومگا اومگا پرایم، این چه جمله ایه؟ چون جواب کلاسیکشو بلدین یا همجور داری میبینه این چیزو؟ K با چهار بردار تکانه فوتونه، یعنی جهت حرکت فوتون رو داره نشون میده. پس اگه در جهت اولیتون رو بگیرین K، جهت پراکندگیتون رو بگیرین K پرایم، پس ضرب نقطه این دوتا میشه کوسینوس تتا. خب نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که اندازه این دوتا با هم یکیه، درسته؟ اندازه K و اندازه اومگا یکیه چون اندازه حرکت فوتون چهار تکانه فوتون ها صفره، پس این ترم میشه کوسینوس تتا. خب اومگا رو چه بلایی به سرشون میشه آورد برس به طول موج؟ دقیقا
یعنی اومگاتون هست دو پی تقسیم بر تی، درسته؟ که این هم برابر است با دو پی اگه توی سی ضرب بکنیم میشه لاندا، درسته؟ پس میشه لاندا منهای لاندا پرایم، یه دونه دو پی داره، اینجا هم دو تا دو پی داریم، پس میشه دو پی در اچ بار تقسیم بر ام صفر در لاندا لاندا پرایم در یک منهای کوسینوس تتا. اومگا رو زیاد میکنیم و لاندا درست برعکسش لاندا میشه. پس این رابطه میشه یک روی لاندا، الان درست شد، یک روی لاندا پرایم، این میشه یک روی لاندا لاندا پرایم. خب لاندا لاندا پرایم ها با دو طرف ساده میشه، میشه دلتای لاندا h تقسیم بر m صفر در یک منهای کوسینوس تتا، میشه اثر کامپتون. یعنی افزایش طول موج به معنی از دست دادن تکانه است یا به معنی از دست دادن بسامد. خیلی تمیزان احساس میکنید که چقدر تمیز همه چی به دست اومد. خب چی نوشتیم؟ آها چرا چهار تکانه تون پایسته است؟ خب دلیلش اینه که این قانون چیز دیگه، این قانون پایستگی تکانه تونه. یعنی اگر یک چهار تکانه اولیه داشته باشین، همون چهار تکانه قراره که منتقل بشه بعد از برخورد. اگه بخواید اینو دقیق‌تر نشون بدید، میتونید اندازه این بردارا رو حساب بکنید، یعنی کاری که بعداً انجام دادیم. یعنی باید پی میو به علاوه کیو میو این رو حساب بکنید. خب این کمیت دقیقا برابر است با خود این کمیت توی دستگاه پریم دار. خب دلیلش اینه که شما وقتی که پی میو رو دارین حساب میکنید که یک بردار اسکالره، هیچ فرقی با هم نمیکنه. خب تنها نکته‌ای که وجود داره توی ضرب این نقطه است، پی میو در کیو میو در دستگاه پرایم دار. خب این رو میتونید تبدیل لورنس بنویسید، یعنی اینو من می‌نویسم گاما میو آلفا پی آلفا، این رو می‌نویسم گاما نو میو در پی، اینو بذارم بتا بنویسم بتا. خب گامای میو آلفا گامای بتا میو در پی آلفا پی بتا. خب این دوتا تابع تبدیل لورنس هستن، یه اندیسشون با هم مشترکه، میشه دلتای بتا آلفا پی آلفا پی بتا، یکیش کیوه، ببخشید کیوه بتا، این میشه پی آلفا کیوه آلفا. یعنی جمله ضربی اینا هم مقدارشون سکالره و ثابت. خب دلش اینه که وقتی شما دارین تبدیل لورنس میدین، خود جمع این بردار هم واقعا ثابته دیگه. یعنی پی میو رو اگر این رو تبدیل لورنس بدین توی دستگاه مختصات دیگه، خب تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به چهار برداری که پی میو و کیو میو، و انتظار دارین چهار برد، یعنی کل تکانه‌ای که برای سیستم تعریف کردین توی تبدیل لورنس هیچ تغییر نکنه. یعنی شما هر تبدیل مختصاتی بدین، چهار بردار تکانه‌تون حفظ میشه مقدارش، اندازش. و دقیقا همین کار رو کردیم دیگه، یعنی اومدیم اندازه چهار بردار تکانه رو که کمیت اسکالره توی دو تا دستگاه حساب کردیم. یعنی از شما از این رابطه شروع کنید، ما اومدیم دو طرف رو، اندازه دو طرف رو حساب کردیم، درسته؟ و اندازه تکانه دو طرف یک کمیت اسکالری. برای تک تک ذرایش نگرانی نداریم، نگرانی برای ضرب پی میو کیو میو که اینجا نشون دادم که چطور اینا هم چیزن نابرد. یه سی حتما کمه.
آره حتما کمه دیگه، سی یک دیگه، چون واحدا باید بخونه دیگه، چون این بدون بود واحد اچ بار امتون رو باید بخونه. این هست انرژی سب در زمان، درسته؟ پس یه زمان نیاز داریم. اگه من یه سی بذارم اینجا درست میشه؟ مخرج باید سی بذارم. تکانه فوتون هم آره دیگه، چون این از جنس زمانه، این از جنس طوله. خب برای اینکه این درست بشه اینجا یه سی داری، اینجا سی رو یک گذاشتیم. یا بالعکس، این عکس طول، این عکس زمانه، پس یه سی توی مخرج نیاز. خب پس این به عنوان یه نمونه یا مثال این که چطور به ما کمک میکنه تا مسائل دینامیکی رو حل بکنه. و این رو رفتیم توی آزمایشگاه اندازه‌گیری کردیم دیگه. اثر کامپتون رو میره توی آزمایشگاه میشه اندازه‌گیری کرد و دقیقا نشون میده که تغییرات طول موج برابر یه پریفکتوریه که اچش از کوانتوم مکانیک میاد و بقیه جملات اثر دینامیکیه که شما میتونید از نسبت خاص به دست بیارید. تنها چیزی که با دست اضافه کردیم، یعنی چیزی که توی نسبیت خاص دیده نمیشه و تعریفه، تعریف چهار تکانه فوتونه که وقتی اینو اینجوری تعریف کردیم، این تعریفم کاملا سازگاره، به این معنا که اندازه بردار چهار تکانه صفره و این معادله این که جرم فوتونا صفره، چون با اون تعریف اولیه که پی میو رو تعریف کردیم بودیم، دی ایکس میو تقسیم بر دی اس صفر معادله جرم صفر. خب مشکلی نیست، ادامه بدیم. خب یه اثر خیلی جالب دیگه ای که میشه این اثر رو توی آزمایشگاه دید و اثر نسبیتیه، اثر دوپلر و اثر ابیراهیه. خب فرض کنید که توی دستگاه مختصات اسپریمی، توی دستگاه مختصات اسپریمی یک فوتونی داشته باشین که توی صفحه X و Y تون، X پریم Y پریمتون، این فوتونه با زاویه تتا منتشر بشه. یعنی یک فوتون داشته باشین که با زاویه تتا نسبت به بردار X پریمتون با چهار بردار تکانه P میو منتشر بشه. خب سوال اینه که یک دستگاه دیگه ای که دستگاه S آزمایشگاهی که یک با یک تبدیل لورنس با سرعت در جهت X، دستگاه لختیه که در جهت X با سرعت V داره حرکت میکنه نسبت به دستگاه S پریم، حرکت نسبی دارن، میتونین رو ساکن بگیرین، میتونین یکی رو ساکن بگیرین. فرکانس فوتونا رو چی اندازه گیری میکنه و این زاویه تتا پریم رو چی میبینه؟ این سوالیه که میخوایم بهش جواب بدیم. یعنی توی یک محیطی دارین، فرض کنید که یک ستاره اینجا نشسته داره از خودش نور ساطع میکنه، خب و شما توی زمین نشستین با سرعت نسبی V نسبت به هم دارین حرکت میکنین به خاطر سرعت زمین و میخوایم فرکانس فوتونی رو که دارین دریافت میکنین رو اندازه گیری کنیم. خب چیکار باید بکنیم؟ توی دستگاه پریمدار میشه تکانه فوتون رو نوشت که از H بار در اومگا پرایم در بردار K، که اینو میشه اینجوری نوشت H بار اومگا پرایم، اومگا پرایم رو آوردن بیرون، این میشه یک، چون در جهت X و Y داره منتشر میشه و اندازه بردار اومگا پرایم با اندازه بردار K با هم برابره، این میشه کوسینوس تتا پرایم، این میشه سینوس تتا پرایم و در جهت Z هم هیچ مؤلفه رو نداریم. قبوله؟ ببین دارم همیشه دارم از این رابطه استفاده میکنم که پی میو فوتون هست صفر، از اینجا نتیجه میگیرم که اندازه اومگا برابر است با اندازه بردار کی.
پس این میشه چهار تکانه فوتون توی دستگاه اسپرینگ. خب حالا اگه قراره که چهار تکانه فوتون رو توی دستگاه اس اندازه‌گیری کنیم، خب چیکار باید بکنیم؟ تبدیل لورانس بده. اصلا خیالمون کاملا راحت، اصلا نیازی به فکر کردن نیست، اون فکرها رو اول کردین. یعنی چهار بردار رو طوری تعریف کردین که وقتی این کمیت رو میخواین از دستگاه اس بریم توی دستگاه اس بریم، فقط کافیه که تبدیل لورانس بزن. یعنی من پی میو رو مینویسم گاما میو در نو در پی پرایم نو. خب این به این معناست که توی دستگاه پی میو نو اگر من فرکانس رو بگیرم اچ بار اومگا در بردار یک بردار کوسینوس تتا سینوس تتا صفر، بعد این دوتا ماتریس رو در هم ضرب بکنم، میشه بردار گاما منفی گاما در وی منفی گاما در وی بردار گاما یک یک و بقیه ماتریس صفر. اینجا میشه یک کوسینوس تتا پرایم سینوس تتا پرایم صفر در اومگا پرایم اچ بار. آره فرض کنیم اس داره با صورت وی داره حرکت. خب قبول دیگه، یک ماتریس تبدیل لورانس رو ضرب کردیم توی چهار بردار تکانه. البته این ماتریس یک در چهاره دیگه، معلومه دیگه. حالا این میشه چهار در یک، این میشه ماتریس چهار در یک. خب حالا بیایم تک تک این جملات رو حساب بکنیم و ببینیم چه فیزیکی پشت سر این اثر دوپلر هست. اگه من بیام جمله اول رو حساب بکنم، اچ بار از طرفین ساده میشه، میشه اومگا برابر است با، اگر گاما رو ضرب کنم میشه اومگا پرایم رو اینجا نگه میدارم میشه گاما منهای گاما وی در کوسینوس تتای پرایم. درسته؟ این جمله اول. من گاما رو میارم بیرون، میشه اومگا پرایم در گاما در یک منهای وی کوسینوس تتا پرایم. خب این جمله اول. بعد حالا میخوایم جمله دوم رو حساب بکنیم، اومگا و اومگا میشه اومگا کوسینوس تتا اومگا پرایم. حالا سطر دوم رو که من حساب میکنم میشه منفی گاما در وی، درسته؟ در به علاوه گاما کوسینوس تتا پرایم. اگه جمله سوم رو حساب بکنم میشه اومگا سینوس تتا در اومگا پرایم، میشه در سینوس تتا، درسته؟ اگر این جمله رو حساب بکنید میشه صفر صفر در سینوس تتا پرایم. خب الان من میام از تعریف W prime هم جاگذاری میکنم. W primeتون هست W تقسیم بر گاما در یک منهای V کوسینوس تتا. خب اگر این تعریف رو جاگذاری بکنم توی رابطه دو و سه، اومگا ساده میشه کوسینوس تتا میشه گاما، گاما با گاما ساده میشه، میشه منفی وی به علاوه کوسینوس تتا پرایم در یک منهای وی کوسینوس تتا پرایم، و رابطه پایین به دست میاد سینوس تتا هست سینوس تتا پرایم در گاما در یک منهای وی
کوسینوس تت. ببین درسته را یا نه. خب کجا؟ این همیشه تتا باشه. خب حالا رابطه اول رو نگاه بکنین. رابطه اول نشون میده که چطور فرکانس ها دارن با هم تغییر میکنن. ببینین اثر دوپلر رو میتونید ببینید توش یا نه. ببین اگر من کوسینوس تتا رو بذارم یک، به این معنی که متحرکم تو همون جهتی داره، فوتون تو همون جهتی داره منتشر میشه که تو دو دستگاه با هم نسبت با سرعت وی نسبت به هم دارن حرکت میکنن. پس اگه من تتا رو بذارم صفر، اومگا پرایم هم به دست میاد اومگا در یک منهای وی در یک منهای وی دو. این رابطه به دست میاد اومگا پرایم هست اومگا در یک به علاوه وی در یک منهای وی. اثر دوپلریه که توی مکانیک کلاسیک به دست آورد. نشون میده که اگر در با سرعت وی متحرک به سمت ما نزدیک بشه، فرکانسی رو که داریم دریافت میکنیم داره زیاد میشه. و بالعکس. اگه میخواین طول موجا رو اندازه گیری بکنیم، عکس این رو باید نگاه بکنیم. حالا یه اتفاق خیلی جالب دیگه هم میفته. توی مکانیک کلاسیک شما انتظار داشتین که وقتی جهت متحرک عمود بر راستای حرکت شما باشه، یعنی فوتونی که داره منتشر میکنه عمود بر راستای حرکت شما باشه، هیچ اثر دوپلری نبینید. یعنی آمبولانسی که داره به سمت شما داره میاد یا داره از شما دور میشه، تو اونجا میتونید تغییر فرکانس رو ببینید، ولی آمبولانسی که داره به صورت عمود داره حرکت میکنه، فوتونایی که به صورت عمود میان این اثر رو نمیبینید. ولی توی نسبت خاص این اثر دیده میشه. چرا؟ چون اگه من کوسینوس تتا رو بذارم صفر، یعنی تتا رو بذارم پی دوم، اومگا پرایم رو میبینم هست اومگا تقسیم بر گاما. و به این میگن اثر دوپلر عرضی. خب دلیل این ترم چیه؟ چی؟ دقیقا به خاطر اینکه توی مکانیک کلاسیک شما زمان رو یک کمیت مطلق در نظر می گرفتین و فقط داشتین کش اومدن طول موجها رو داشتین نگاه می کردین یا دارین تبدیلات گالیله می زنید. خب توی نسبت خاص چون هم زمانتون داره تبدیل لورنس بهش داده میشه، هم قسمت فضاییتون، اتفاقی که می افته اینه که یک اثر دوپلر عرضی هم داری می بینید، چون زمانهاتون دارن فرق می کنن. یعنی دستگاه S‌تون داره زمانها رو کش شده داری می بینید، اتساع زمان داری می بینید. خب این میشه اثر دوپلر و اثر دوپلر عرضی. خب یک اتفاق دیگه هم افتاده. این اتفاق دیگه توی تبدیلاتیه که برای زاویه دادیم. یعنی توی زاویه‌ای که داریم فوتون‌ها رو داریم می‌بینیم توی دو تا دستگاه مختلف، این زاویه داره تغییر می‌کنه. به این اثر میگن اثر ابیراهی. یعنی اثر کاملا نسبیت خاصیه. به این دلیل که شما اگر یک مثلا ستاره‌ای رو می‌خواید رصد بکنید توی بالای سرتون، به خاطر اینکه زمین داره با سرعت 30 کیلومتر بر ثانیه توی منظومه شمسی داره حرکت می‌کنه، خب به خاطر همین سرعت خیلی کم که از مرتبه 10 تا منفی 5 بتاش، مکان اون ستاره دقیقاً همون جایی که هست نمی‌بینید. به خاطر همین اثر چیز اثر نسبیت خاصی. مقدارش خیلی کوچیکه ولی این اثر وجود داره. بذار این ترم رو دقیق‌تر بنویسیم. کوسینوس تتاتون از کوسینوس تتای پریم منهای وی در یک منهای وی کوسینوس تتای پرایم و سینوس تتاتون از سینوس تتا پرایم در یک منهای وی کوسینوس تتای پرایم. خب به عنوان یک مثال خاص میتونید چه زاویه رو ببینین؟ من چک کنم که این رو براتون اشتباه ننوشته باشم. اینجا یک گاما داره، یک منهای وی کوسینوس تتا، کوسینوس تتا پرایم منهای وی. خب به عنوان یک اثر خاص میتونید زاویه تتا مساوی پی دوم رو نگاه بکنین. خب
اگه من تتا پی دوم رو قرار بدم، رابطه‌ای که به دست میارین چیه؟ تو این رابطه، این رابطه میشه صفر. پس نتیجه‌ای که میگیرین اینه که کوسینوس تتا پرایم باید بشه وی. درسته. از طرف دیگه سینوس تتا پرایمتون میشه یک منهای وی دو. حالا میخواین تغییر اندازه زاویه‌ای که به خاطر این ابیرای اومده رو اندازه‌گیری بکنید. یعنی آلفا رو من بگیرم تغییر زاویه تتا منهای تتا پرایم. خب اگه تتاتون پی دوم باشه، تتا پرایمتون رو چی میبینید و این اختلاف زاویه‌ای چه مقداری میگیره؟ من اگه کوسینوس آلفا رو حساب بکنم، این میشه کوسینوس تتا در کوسینوس تتا پرایم، درسته؟ به علاوه سینوس تتا، سینوس تتا پرایم. خب کوسینوس تتاتون هست صفر، درسته؟ میمونه سینوس تتا، سینوس تتا پرایم. پس کوسینوس آلفاتون میشه سینوس تتا، سینوس تتا پرایم هم هست یک منهای وی دو. بله، سینوس تتا هم که یک. بس کوسینوس آلفا تو میشه یک منهای وی دو به اندازه گاما منهای یک تغییر زاویه داری. این به چه معناست؟ اگه بخواین آلفا رو اندازه گیری بکنین، سرعت نسبی دوتا دستگاه رو اینجا میذارین، کمیتی که به دست آوردین آرک کوسینوسش میشه میزان زاویه آلفایی که تغییر کرد. یعنی اگه بخوایم برای زمین حساب بکنین، به جای وی میذارین 30 کیلومتر بر ثانیه، آلفا تغییر زاویه‌ای که میبینین رو میتونین حساب بکنین. این از مرتبه دهم زاویه ثانیه قوسیه. یعنی اگر شما یک رادیان رو تبدیل بکنید، تقسیم بر 60 بکنید میشه یک درجه، میشه یک دقیقه قوسی. تقسیم رو دوباره 60 بکنید میشه یک ثانیه قوسی. به اندازه یک ثانیه قوسی شما ستارتون داره جاش متفاوت میشه. یعنی یه ابزاری اگه بسازین، یه تلسکوپی داشته باشین که قدرت تفکیکش به اندازه یک ثانیه قوسی باشه، این تفاوت رو میتونید ببینید. توی دستگاه اسپرینگ، توی دستگاه آن تتا مساوی پی دوم رو خودتون میسازین. یعنی چیکار میکنین؟ میخواین بگین که اگر به طور مثال تلسکوپتون رو عمود میگیرین بر حرکت زمین توی منظومه شمسی، یعنی دقیقاً میذارین توی رسول سرتون، درست دقیقاً بالای سرتون که عمود بر راستای حرکت زمین، خب تتاتون رو پی دوم کردین. حالا اگه یک شی رو دارین میخواین ببینین دقیقاً بالای سرتون باشه، این نشون میده که به اندازه آلفا تغییر مکان داره. این اگه قدرت تلسکوپتون اونقدر باشه که به اندازه یک ثانیه قوسی رو ببینه، شما ستاره نمیبینید، بعد یکم جا به جا بشه. این تتا دوی دستگاه خودتون. جالبه که اینشتین به خاطر نسبت خاص نوبل ندادن، نه؟ جالب نیست؟ چی یه بار گرفته بود؟ خب یه بحثش بوده. جالب بودن نظریه نسبت خاص تو اینه که شما یه نظریه دارین که تو حد تئوری کاملا سازگاره و تمام این اثرات رو دارین هی میبینین، یعنی تو آزمایشگاه همه این اتفاقات رو میشه اندازه گیری کرد. خب بریم جلوتر، خسته که نشد. خب توی ادامه مسیری که داریم میریم جلو، پس از تعریف تکانه اومدیم کمیت شتاب رو تعریف کردیم. درسته، یعنی مسیر ذهنی که داریم ادامه بدیم چیه؟ اومدیم چاربردار
مکان رو تعریف کردیم، چاربردار سرعت رو تعریف کردیم، بعد اومدیم اندازه چاربردار سرعت رو به دست آوردیم، گفتیم که بردار زمانگونه است، بعد تکانه رو تعریف کردیم، بعد قوانین پایستگی رو دوباره نوشتیم، یه سری مسائل دینامیکی حل کردیم. قدم بعدی اومدیم گفتیم که میتونیم شتاب رو تعریف کنیم، میتونیم شتاب رو بنویسیم به صورت A میو که هست D V میو در D S. خب بذارین یه کمی بیشتر در مورد این شتاب بحث بکنیم، ببینیم که مؤلفه‌های صفرش و مؤلفه‌های قسمت فضاییش رو میتونیم تفکیک بکنیم معنی دارن یا ندارن، و بعد بریم اندازه چاربردار شتاب رو حساب بکنیم ببینیم آیا توش فیزیک وجود داره یا نه. خب پس اینو میتونیم ما همیشه بنویسیم به صورت گاما دی دی میو در دی تی توی هر دستگاه خاصی، چون دی اس برابر است با دی تا توی دستگاه سکون اون ذره، اگه یک تبدیل لورانس بدیم ببینیم توی هر دستگاه دیگه میشه گاما دی وی میو به دی تی. از طرف دیگه این برابر است با گاما دی به دی تی. اگه من وی میو رو بنویسم هست ام صفر، ام صفر نداره ببخشید، گاما در سی در وی. درسته؟ پس اگه چهار بردار شتاب رو به این صورت بنویسم، یه دونه گاما دارین اینجا توی صورت، یه دونه سی گاما دات دارین توی مخرج، جملاتی که دارین گاما دات در وی به علاوه گاما در وی دات. خب این تعریف چاربردار شتاب. ببینیم هر کدوم از این مؤلفه‌ها چه معنی دارن. ببین وی، بردار وی، بردار ستایی توی حد کلاسیک برابر است با بردار سرعت ستایی توی سبو توی مکانیک کلاسیک. چرا؟ چون اگه وی رو خیلی کوچکتر بگیرین از یک، گاماتون میشه یک و ویتون میشه سرعت در سبو. خب پس من وی بردار رو داتش رو تعریف میکنم شتاب ستایی. پس بردار ایمیو من، چهار بردار شتاب من تبدیل میشه به گاما در سی گاما، این گاما رو هم دارم زرد میکنم، گاما پرایم در گاما پرایم وی به علاوه گاما در بردار ای. درسته؟ این چهار بردار شتاب. بله، گاما دو میشه. درست، گاما دو در A. خب نشون میده که اگر شما گاما رو خیلی کوچیک بگیرین، میتونید بگین که این ترم تقریبا صفره، چون گاما داتتون صفره. گاما رو اگر بگیرین یک میشه بردار شتاب، یعنی تو حد کلاسیکتون بردار شتاب رو به دست میارین. خب مردم این کمیت گاما دات در سی رو، حالا یا بدون سی رو، تعریف میکنن ای صفر، یعنی مؤلفه صفرم شتاب. پس من بردار رو میتونم اینجوری بنویسم، هست سی ای صفر در ای صفر بردار وی به علاوه گاما دو بردار ای. خب همینجا میتونید ببینید که میتونید توی دستگاه مختصاتی بریم بشینید که تو اون دستگاه مختصات خاص ای صفرتون رو صفر بکنید و چهار بردارتون تبدیل بکنید به یک بردار فضایی، یعنی فقط ای رو داشته باشید. ولی یه کمی ای اتفاق جالبی هم افتاده، اینه که قسمت مؤلفه صفرم شتابتون خودش توی تعریف قسمت فضایی شتابم وارد شده. به همین خاطره که یه کمی مفهوم شتاب مفهوم سخت‌تریه نسبت به سرعت یا چاربردار مکان. برای همینه که راحته، آدم میتونه چاربردار سرعت رو اینجوری بگه که قسمت فضاییش داره بردار
فضاگونه رو داره نشون میده، قسمت فضایی رو داره نشون میده، و اگه من برم توی دستگاه سکون بشینم، تنها اتفاقی که برای من میفته توی قسمت فضایی جمله یک دارم و قسمت فضایی میشه صفر. ولی توی قسمت شتاب این اتفاق نمیفته و میبینید که قسمت زمانگونه توی قسمت فضاگونه تعریف هم وجود داره. ببین یه کمیت، این کمیت گاما دات رو هم حساب بکنیم چون بعداً به درد ما میخوره. ای صفر رو. پس گاما دات رو هم اگر من حساب بکنم هست چی؟ هست یک منهای بتا به توان دو به توان منفی یک دوم در داتش، یعنی دی به دی تی اینه باید که هست منفی یک دوم در دو بتا در بتا دات در یک منهای بتا به توان دو به توان منفی سه دوم. پس این هم برابر است با دو با دو ساده میشه. اینجا هم یه منفی داریم، منفی با منفی میره، میشه بردار بتا بتا دات در گاما به توان سه. خب و اگه من به صورت بردار بنویسم این رو میشه ضرب داخلی این دوتا بردار، درسته؟ یعنی بتاتون همجهت نباشن در حالت کلی. پس رابطه جالب دیگه هم که داریم اینه که گاما داتتون هست بتا بتا دات در گاما به توان سه. حالا ببینید آیا مفهوم ای صفر رو میشه فهمید یا نه. پس ای صفرتون هست بتا بتا دات گاما به توان چهار. این مفهوم شتاب توی قسمت فقط زمانگونه است، یعنی سرعت ضرب در شتاب سه‌بعدی قسمت فضایی ضرب در گاما به توان چهار. و این نشون میده که اگر بتا ضرب در بتا داتتون بر هم عمود باشن معنیش چیه؟ که ای صفرتون صفره، یعنی رفتین توی دستگاهی نشستین که فقط دارین شتاب سه‌بعدی رو دارین میبینین، یعنی ای صفرتون صفره، ای صفرتون صفره، فقط شتاب قسمت سه‌بعدی رو دارین. پس اینم تعریف گاما دات. خب یک کمیت دیگه که میشه حساب کرد کمیت اندازه چاربردار شتابه. بله نه نه این در حالت کلیه. خب بریم چاربردار اندازه چاربردار شتاب رو به دست بیاریم. امروز سوال کم میپرسین، چرا؟ ساده است یا چی؟ آها خب خوبه. خب بذاریم ببینم قضیه اینه که جهت ها رو هنوز در نظر نگرفتیم دیگه، درسته؟ ولی میتونه بیتون تعریف بتاتون چیه؟ تعریف سرعت دیگه. خود سرعت هم میتونه جهت خاص داشته باشه. خب وقتی که بتا رو اینجوری تعریف کردم، یعنی بردار سرعت رو به صورت برداری تعریف کردم، بتاتون هم میتونه بردار داشته باشه. خب و وقتی که داریم مشتق میگیریم معلومه که ضرب نقطه ی اینا داره وارد میشه. خب حالا اندازه بردار ایمیو رو حساب بکنیم. پس بردار ایمیو شما به دست اومد هست سی، مشکل ماژیک پیدا کردیم، هست سی در گاما پرایم در گاما گاما پرایم در وی به علاوه گاما دو در بردار ای. خب سوال اینه که ایمیو رابطه‌اش چیه؟ چه چیزی از این میتونیم بفهمیم؟ خب
اگه بخوام این رو حساب بکنید، بعد این دو تا ترم رو در هم ضرب بکنید با متریک مینکوفسکی، یعنی قسمت زمانگونه به توان 2 منهای قسمت فضاگونه به توان 2. خب پس این میشه سی 2 گاما 2 گاما دات به توان 2 منهای این جمله به توان 2 گاما 2 گاما دات به توان 2 وی به توان 2 منهای گاما 4 ای 2 به علاوه 2 تا گاما گاما دات، این میشه گاما به توان 3 وی دات ای. درسته، این تعریف ای میو ای میوه. خب اگه من زاویه ای رو چی تعریف کردم؟ ای رو تعریف کردم وی بردار ستایی داتش، یعنی من میتونم این رو طرفین رو از یه سی دو من فاکتور بگیرم، ای میو ای میو من تبدیل میشه به یه دونه سی دو یه گاما دو، جمله اول میشه گاما دات به توان 2 منهای بتا به توان 2، بذارین از داتش فاکتور بگیرم، میشه گاما به توان 2 منهای بتا 2 گاما 2 منهای گاما 4 سی 2 ای 2 به علاوه 2 تا گاما دات گاما 3 بتا دات بتا پرایم بتا دات. درسته؟ رابطه رو نگاه کنه، اتفاقی که افتاده چیه؟ از جمله اول سی دو گاما دو رو فاکتور گرفتم، این سی دو هم برای کل این عبارت، گاما دات دو رو هم فاکتور گرفتم، شده گاما دو منهای بتا دو در گاما دو منهای گاما به توان 4 سی دو ای دو، یه سی دو اونجا اومده توی مخرج، سی تقسیم بر وی شده شده بتا، ای هم بود بتا وی دات، وی تقسیم بر سی میشه بتا دات. یه بار دیگه نگاه کنیم، قبوله؟ از یه سی دو فاکتور گرفتیم، وی روی سی رو گذاشتیم بتا، از طرف دیگه ای هم هست وی دات، وی تقسیم بر سی میشه بتا دات. درسته؟ اوکی. خب این ترم چی میشه؟ گاما دو منهای گاما بتا گاما دو، یک میشه نه؟ پس این ترم میشه یک، پس ای میو ای میو میشه سی دو گاما دات به توان دو منهای گاما چهار ای دو سی دو به علاوه دو تا گاما دات گاما به توان سه اندازه بتا دات در کوسینوس زاویه بین سرعت و شتابتون. جمله دوم من از یه سی دو فاکتور گرفتم، تو اینجا اینجا چرا باید بره؟ آها کلن باش چشم الان درست شد. اوکی. خب پس این تعریف گاما ای میوه. خب حالا قدم بعدی چیه؟ اینه که بتونید بر اساس گاما داتی که حساب کردین گاما دات ها رو هم جاگذاری بکنید بر اساس بتا. یعنی کاری که داریم میکنیم چیه؟ میخوایم اندازه چاربردار شتاب رو بر حسب سرعت و مشتق سرعت به دست بیاریم، مشتق سه بودی، یعنی بتا و بتا دات. به جای ای دو هم که اندازه بردار شتاب هست میشه گذاشت بتا دات به توان دو، چون اندازش به توان دو، پس ای میو
A میو میشه سی دو. خب به جای گاما دات چه رابطه ای رو قرار میدیم؟ بتا، بتا دات، گاما به توان سه. اگه زاویه بین بتا و بتا دات هم کوسینوس تتا باشه میشه بتا دو، بتا دات به توان دو، کوسینوس دو تتا، این میشه ترم گاما، دات به توان دو، منهای گاما به توان چهار، سی به توان دو. خب یه دونه چی داریم؟ یه دونه گاما سه داریم، به توان دو میشه گاما شیش. پس یه گاما شیش هم اینجا داریم. گاما چهار بتا دات به توان دو به علاوه دو تا گاما به توان سه، حالا گاما دات رو داریم حساب میکنیم. یه دونه جمله بتا داره میشه بتا به توان دو، بتا دات به توان دو، کوسینوس تتا. یه دونه گاما سه داریم، یه دونه گاما سه داریم، این میشه گاما شیش، درسته؟ کوسینوس تتا به توان دو. خب این رابطه خیلی جالبیه. ببینید شما تونستین اندازه شتاب رو خب بر حسب بتا و بتا دات بنویسید. اندازه چاربردار شتاب فقط بر حسب بتا و بتا دات. خب حالا بیاین توی زاویه‌های متفاوت نگاه کنید به این قضیه. اگر سرعتتون با شتابتون یعنی بتا عمود باشه به بتا دات، کوسینوس تتاتون میشه صفر، پس ای دوتون اندازه چاربردارتون میشه سی دو، در این ترم میشه گاما چهار، سی دو هست میشه، میشه منهای گاما چهار، بتا به توان دو و همین، درسته؟ چی؟ با ماشین. پس اگر این دوتا به هم عمود باشند معنیش چیه؟ معنیش اینه که ای دوتون رو به دست آوردین گاما به توان چهار، بتا دات به توان دو. خب چرا منفی به دست آوردین؟ چون شتاب فضاگونه است، یه بردار فضاگونه است و انتظار داشتین که ای دوش کمیت منفی باشه با نشانگانی که تعریف کرده بود. خب حالا اگه بتاتون موازی بتا دات باشه ای دوتون چی میشه؟ میشه سی دو. خب ترم اول رو میتونید با ترم آخر با هم جمع بکنید، درسته؟ میشه سه تا گاما به توان شیش، بتا به توان دو، بتا دات به توان دو، منهای گاما چهار، سی دو، بتا دات به توان دو. خب این رو میتونید چیکار بکنید؟ درسته؟ میتونید از گاما به توان چهار هم فاکتور بگیرین، از بتا دات به توان دو هم فاکتور بگیرین، میشه سه تا گاما به توان دو، بتا به توان دو، منهای چیکار میشه کرد؟ یک روی سی دو. پس این تعریف شتابتونه وقتی بتا و بتاتون با هم موازی هست. سی دو گاما به توان چهار، آها این سی دو رف، راست میگه شما، راست میگه. این سی دو به خاطر اینکه ای رو نوشته بودیم وی، این سی دو داره حذف میشه، پس این میشه یک. خب کاری که اینجا انجام داده بودیم این A هست چی؟ هست V دات، درسته؟ V تقسیم بر سی رو تعریف کردیم بتا، میشه بتا دات و سی میپره، میشه بتا دات به توان دو. چون به جای اینجا به جای A روی سی بتا استفاده کردم، این سی رو باید حذف بکنم از اینجا. خب
خب این حالا مفهوم این قضیه چیه؟ مفهوم این قضیه اینه که این نشون میده که چقدر شتابی کمی پدیده پیچیده‌ایه و توصیف شهودی این کمیت کمی سخته. همینجور که دیدین توی شتاب دو تا کمیت وارد کردیم، یه دونه ای صفر رو وارد کردیم که فقط توی قسمت زمانگونه است، که ای صفر تعریفش چی بود؟ گاما در گاما دات. حالا این تعریفی که توی قسمت زمانگونه بود خودش توی قسمت فضاگونه ظاهر شده بود و شما اگر ای صفر رو صفر میذاشتین میتونستین برین توی دستگاهی بشینید که فقط دارین شتاب سه بعدی رو دارین میبینید. از طرف دیگه وقتی که میایین ای میو رو حساب میکنین، ای میو رو ای میو رو میتونید اندازه رو حساب بکنید و میتونید همه چیز رو بر حسب بتا بنویسید. یعنی چهار بردار شتابتون همه چی بر حسب اندازه بردار بتا، زاویه‌ای که با سرعتش داره می‌سازه به دست میاد. بله. الان توی حالت موازی بذاریم ببینم، سی دو هست منفی گاما 4 بتا 2 دو تا گاما 6 بتا به توان دو. چرا؟ خب میشه 3 تا گاما 2 منهای بتا 2. علامت یه جای اشتباه ننوشتیم؟ کجا؟ خط اول. این ترم رو میگین؟ خب راست میگین. این اگه این جمله منها باشه، این جمله میشه منها، این جمله میشه منها، درسته؟ این ترم میشه منها. حالا وقتی که این دوتا به هم عمود بودن که هیچ فرقی نمیکنه، چون کوسینوس تعداد میشه صفر. وقتی که اینا موازیان این میشه منهای، یه دونه منها میاد اینجا میشه به علاوه 1، درسته؟ و همیشه منفی. کجا؟ چون این ترم رو داریم به توان 2 میرسونیم، میشه ترم اول به توان 2، دوم دو برابر اول در دومی، ولی با نشانگان منفی، با نشانگان منفی. خب الان درست شد، مرسی. میبینید که شتاب در هر دو تا حالت، این در حالت کلی هم این کمیت، کمیت چیزیه، کمیت منفیه. بله. توی متریکی که تعریف کردیم، آره. خب بعد اگه مثلا مشکل فیزیکی ما نشون دادیم که بردار شتاب یه بردار فضاگونه است. دلیلش نه، قضیه اینه که وقتی سرعت رو شما تعریف کردین، اگه یادتون باشه سرعتی رو که تعریف کردیم وی میوتون رو میتونستین همیشه بنویسین به صورت 1 و 0، درسته؟ یعنی برین توی دستگاه سکون ذره بنویسین همیشه چاربردار سرعتتون. خب از طرف دیگه اگه میخواین این رو حساب بکنین، میتونین ای میو وی میو رو حساب بکنین که این هست 0، درسته؟ و این نشون میده که این دوتا بردار عمودن، یعنی یه برداری که همیشه زمانگونه است، بردار عمودش همیشه فضاگونه است. یعنی طبق تعریفی که کردیم به این ترتیب، یعنی ای میو قسمت فضاگونه داره. کدوم تعریف این؟ نه ببین، کاری که کردیم توی تعریف، یه بار دیگه من اینو بگم، ببین شما تعریفی که کردین چیه؟ تعریف سرعتتون وی میوتون هست دی ایکس میو تقسیم بر دی اس، درسته؟ خب دی اس‌تون رو چی نوشتین؟ نوشتین گاما دی ایکس میو به دی تی، که این هست گاما در بردار 1، سی رو گذاشتم 1،
در بردار وین. خب شما اگه برین توی دستگاهی بشینید که ویتون صفر باشه، یعنی توی دستگاه سکون ذره بشینید، خب این دقیقا برابر میشه با بردار یک و صفر توی دستگاه سکون ذره. درسته؟ چرا؟ چون اگه برین توی دستگاه سکون ذره شما دارین این رو حساب میکنین، دی ایکس میو به دی تا زمان ویژه رو دارین حساب میکنین. خب ترم صفرم این جمله هست چی؟ هست دی ایکس صفر به دی تا در دی ایکس بردارش تقسیم بر دی تا، که این ترم هست صفر چون در حالت سکونه. دی ایکس صفرتون به دی تا تو میشه یک. پس طبق اصلا تعریفی که کردیم نقطه کجاست؟ تو این دی اس. ما اومدیم این دی اس رو اینجوری تعریف کردیم که اینو چهار بردار داشته باشیم، در نتیجه وی میوتون یه بردار زمانگونه است. حالا به طور طبیعی اگه من شتاب رو به همون قسم تعریف کنم، دی وی میو به دی اس، این ای میو در وی میو میشه صفر. جان چرا؟ نداره، نه دیگه، چون توی دستگاه سکونیم دیگه، تاه دیه تا میشه صفر. در اینچه اگر این بردار یه بردار زمانگونه باشه این فضاگونه است. خب سوال دیگه نیست، بریم جلو. خسته شدیم چی؟ خب بذارین یه مطلب کوچک بگم و جلسه امروز رو تموم بکنیم. بذارین یه بار دیگه به این قضیه پایستگی تکانه نگاه بکنیم. پس پایستگی تکانه رو وقتی که نوشتین برای ذرات، مثلا فرض کنید یک ذره یک با ذره دو میاد برخورد میکنه، ذره سه و ذره چهار رو داره، این رو میتونید بنویسیم پی میو یک به علاوه پی میو دو تبدیل میشه به پی سه و پی چهار. خب سوال اینه که این نوشتن چهار بردار تکانه به این صورت معنی فیزیکیش چیه؟ خب و آیا توی نسبیت اگر بیایم توی حد کلاسیک قرار بگیریم ترم‌های صفر و قسمت فضاگونش به چه معنی؟ نکته مهم اینه که اگر من میو رو برابر صفر بگیرم و برم توی حد کلاسیک بشینم، یعنی وی رو خیلی کوچکتر از یک بگیرم، رابطه ای که دارین اینه که پی صفرتون برای این مؤلفه ثابته و وقتی مؤلفه صفرم پی صفر رو داری نگاه میکنید هست ام صفر در گاما، که اگر توی حد کلاسیک برین پی صفرتون میشه ام صفر. به این معنیه که ام صفرتون یعنی جمله صفرم چهار تکانه یه تکانتون داره پایستگی جرم رو میده. برای قضیه اینه که وقتی میرین توی حد نسبیتی بعد فاکتور لورنس یا گاما رو در نظر بگیرین و وقتی که این کار رو دارین میکنید، یعنی پی صفر رو بقیه ترم ها رو دارین نگاه میکنین، هست ام صفر در یک منهای بتا دو به توان منفی یک دوم. ترم اولتون ترم سکون انرژی رو میده، ترم دومتون هست سرعت به توان دو به علاوه ترم های بالاتر، که این جمله انرژی جنبشی و نشون میده که جمله صفرم پایستگی چهار تکانتون تبدیل میشه به پایستگی جرم و انرژی به معنی انرژی جنبشیتون. یعنی مجموع این دوتا است که توی مسائل برخورد مثلا توی فیزیک ذرات جمله صفرم این ترم رو ثابت داره نگه میداره. خب و تعبیر جمله میو مساوی آیتون همون تعبیریه که توی مکانیک کلاسیک داریم، به این معنی که اگر توی حد غیر
نسبیتی برم، این پایستگی تکانه رو به شما داره میده، ولی وقتی که میرین توی حد نسبیتی میشینین، فاکتور گاما رو دوباره باید در نظر بگیرین. یعنی تفاوتیه که با مکانیک نیوتونی داره. پس پایستگی جرم انرژیتون به علاوه پایستگی تکانتون همش رفته نشسته توی پی اینیشیال مساوی پی فاینال برای چهار بردهایتون. حالا توی جلسه بعد مسائل حل میکنیم که برخورد ذرات، مثلا خلق و فنای ذرات رو نگاه میکنیم، یا با هر ترکیب دلخواهی اگه دوتا ذرات با دوتا سرعت متفاوت بخوام به هم برخورد بکنن چطور میشه این رابطه رو به دست آورد، و این سوال رو میشه مطرح کرد که چطور میتونیم بریم توی دستگاه وقتی تکان ثابته، تکان ثابت بشینیم و مسائل رو حل بکنیم. خب سوالی هست تا اینجا؟ باش. پس بذارین چند تا چیز رو با هم فیکس بکنیم. یکی این که برای کلاسی که برای ریاضی در نظر گرفتیم ایمیل زده بودیم.